از عکس لو رفته محمد رضا گلزار تا حواشی و ماجراهایی که برای این فرد وجود اومد و حتی ماجرای حاملگی همسر اون که برای شما میگم جریانش چیه. فقط مرامی تا انتها همراه ما باشید و سابسکرایب یا همون مشترک شدن رو انجام بدید. یه دکمه از زنگوله رو بزن. مرامی دمت گرم. همون جوری که میدونید ازدواج محمد رضا گلزار در صدر اخبار بود. چتون زمانی که محمد رضا گلزار اصلا نگاه خانومش نمیکرد و خیلی خشک و بیروح جواب میداد و کلن حواسش اصلا انگار یه جای دیگه بود، چه ماجراهای مربوط به حاملگیش که حسابی سر و صدا به پا کرد در فضای مجازی. ولی این مسئله فقط در حد شایعه است و تئوری و اینجور چیزا، ولی توی اینترنت دارن راجع بهش صحبت میکنن که بهتون میگم قضیهش چیه و راستی یا دروغش رو تایید نمیکنیم. اگه از نوع گفتن عجیب غریب حرفاش و حس نداشتن اون تعجب کردید، قطعاً از خنده اون بیشتر تعجب زده میشی. از اینکه میخوام ماجرای بیشتری در رابطه با بارداری همسرش بهتون بگم و میگم به خاطر اینکه مثلا باردار بود و اینو الان ناراحت رفته تو پاچش اینجوری بوده داخل مراسم عروسیش، ولی بذارید راجع به یه سری مسائلی که در رابطه با گلزار آیسان صحبت کنم. مثلا در رابطه با هزینه عروسی، این عکس ها فتوشاپی هستن، ولی این پیج اینستاگرام همون مکانی که عروسی درش برگزار شده، یعنی دقیقاً همینجا که توی استوری همون پیج هم دارید مشاهده میکنی. راسمی که در تالار خاصی در گرمدره کرج برگزار شده و بنا به گفته مسئولان این تالار، اکنون اگه برای این رزرو تالار بخواید اقدام کنین، زودترین زمان ممکن شاید چند ماه دیگه مثلا مهر ماه باشه. و البته که باز بنا به گفته مسئولان این تالار، این عمارت خاص داره این منوهای معمول همچون گلد و سیلور و غیره نیست، بلکه باید برای هر عروس و داماد و کلا مراسم یه سری منوهای خاص ویژه اون مراسم طراحی کنن که هزینه رو بالا میبره. هرچند هزینه های این تالار بنا به انتخاب های عروس و داماد متفاوته، اما حداقل منوی کترینگ در این تالار 2,500,000 تومانه و این به اون معنایی که اگر تعداد مهمان های عروسی محمد رضا گلزار حدود 400 نفر بوده باشه، این سوپر استار پایین ترین رقم از کترینگ که این باغ رو هم انتخاب کرده باشه باید رقم حدود 1,000,000,000 تومان فقط هزینه کترینگ و شام عروسی پرداخت کرده باشه و این پایین ترین رقم ممکن در این منوه، چرا که این رقم میتونه دقیقاً تا 2 برابر، یعنی برای هر مهمون تا 5,000,000 تومان نیز افزایش پیدا کنه. هزینه گل آرایی هم ما بین 110 تا 300,000,000 تومانه و حتی برای انتخاب مدل های مختلف باید 100,000,000 تا 300,000,000 تومان هزینه کرد که در نوسانه. بدون شک مراسم عروسی محمد رضا گلزار ما بین 3 تا 10 میلیارد تومان بوده که این رقم یک رقم تخمینیه و باید خودتون حد بزنید به نظر شما چقدر هزینه کرده. اینم در نوبه خودش حسابی جنجالی و عجیب غریب بود. سراغ قضیه دیگه و ماجرای حاملگی همسر اون میرسیم، ولی قبلش بذارید چند تا خبر عجیب غریب در رابطه با ایران رو بهتون بگم. از طرفی حتی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران گفته طالبان اجازه بازدید کارشناسان ایران از سد کجکی رو داده بعد از این همه درگیری و وقتی که اون مرزبانای عزیز از بین رفتن. حالا این اتفاق افتاده و واقعا در نوبه خودش عجیب و ناراحت کننده. بعد از اون همه اتفاق بعد، یه خبر حسابی ناراحت کننده دیروز توی فضای مجازی در رابطه با مسمومیت با منتشر شد که در نوبه خودش حسابی عجیب غریب بود. این خبر: بیش از 10 نفر فوتی و 90 نفر مسموم از یک کارخانه شهر اشتهارد که برای تولید لوازم آرایشی و بهداشتی سهمیه دارن به صورت غیرقانونی تهیه شده و معمولاً با آب و اسانس‌های مختلف مخلوط و عرضه میشه که شامل تاکنون حدود 100 نفر به بیمارستان مراجعه و تعدادی هم متاسفانه فوت کردند که این اتفاق در کرج دیروز رخ داد، با حواشی و واکنش‌های مختلفی همراه بود و حتی گفته شده که عاملان این اتفاق بازداشت شدند. یا حتی از اون طرف در رابطه با روابط ایران و عربستان، فقط قبلش بگم به اون قضیه آیسان آقاخانی و رضا گلزار و راجب حاملگیش هم میرسیم، فقط سب کنید این خبرها رو بهتون بگم. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی وارد تهران شد. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی وارد تهران شد و این نخستین سفر وزیر خارجه عربستان سعودی به ایران پس از عادی سازی روابط با این اتفاق. یک کافه معروف هم به نام کافه تایپ در تهران به دلیل کشف حجاب پلم شده. و یه خبر عجیب بهتون بگم، سومین جلسه دادگاهی در ایران که متهم اصلی اون دونالد ترامپ در حال برگزاریه و این دادگاه در نوبه خودش عجیب غریبه که دارن ترامپ رو یه جورایی دارن اونجا، نمیدونم چی هستن بگم، هیچ واژه‌ای
در رابطه با اون نیست و عجیب غریب و فقط میتونم سکوت کنم. بریم سراغ آیسان و رضا گلزار. ولی خب واژه مجید رضا رهنورد در موقع تولد اون هم در توییتر ترند شد. حالا بریم سراغ اون قضیه. فقط قبلش یه مسئله رو بهتون بگم. رسانه‌های مختلف یه چند وقت داخل فضاهای مجازی در رابطه با حواشی محمد رضا گلزار و آیسان آقاخانی صحبت می‌کنن. حالا در بعضی از رسانه‌ها گفته شده که همسر رضا گلزار قبل از ازدواج یه جوری گفتن باردار بوده و سر همین قضیه سریعا عروسی گرفتن و رضا گلزار راضی نبود و هزار تا ماجرا و جنجال رخ داده که البته عده‌ای هم قضیه رو روش صحبت کردن و خیلی نمونش امین فردین که حسابی داخل کانال یوتیوب داره در رابطه با این موضوع صحبت میکنه و حرفای زیادی هم زده و همینجوری داره ویدیویی در رابطه با این مسئله میده و حتی دو سال پیش هم در رابطه با همین دوست دختر رضا گلزار که الان همسری شده گفته صحبت کرده به ادعای خودش که کلیپاش هم میگم موجوده و این هم یکی از دلایلی که گفتم راجبش الان توی اینترنت و فضای مجازی هم صحبت میکنن و قضیه فقط به همینجا ختم نمیشه. الان بهتون میخوام یه سری ماجرا و یه سری عکسایی که میگن لو رفته نشون بدم، ولی قبلش باید یک توضیح در رابطه با پدر یه جورای آیسان آقاخانی بهتون بگم که اون کیه و یه جورایی در اینترنت و فضای مجازی گفته شده که به اون ربط داره. اول گفته شد که پدر همسر محمد رضا گلزار شرکت داره و کارخونه داره، ولی در رسانه‌ها گفته شده پدر همسر محمد رضا گلزار کارمند شرکت بیمه است و این عکس در رسانه‌ها و فضای مجازی به عنوان عکس پدر همسر محمد رضا گلزار منتشر شده که دارید اینجا تماشا می‌کنید، می‌بینیدش که حسابی سر و صدا پا کرده همین عکس و عجیب غریبه. این فیلمی هم که دیدید مربوط به امروزه که دست گلهایی برای ازدواج محمد رضا گلزار آورده بودن و محمد رضا گلزار در نمایشگاه ساره بیات بود اگه اشتباه نکنم که این فیلم منتشر شد و حسابی جنجال آفرید. توی اینترنت و فضای مجازی هم عکسی که در ادامه ویدیو بهتون نشون میدم و چند ثانیه دیگه میاد در رابطه با اون صحبت شد و گفتن این عکس از آیسان و محمد رضا گلزار لو رفته. دقیقاً همین عکسی که الان میاد. تا الان هم عکسای زیادی از رضا گلزار بهتون نشون دادم با همسرش که رسانه‌های مختلف اونا رو فتوشاپ کرده بودن و این عکس هم به احتمال زیاد باید فتوشاپ باشه. البته کسی خبردار و میدونه حتما در کامنت‌ها بگید توی اینترنت و رسانه دیدیمش این عکسو و حتما نظرتون رو در رابطه با این اتفاق بنویسید. و البته قضیه مهمی هم برای مردم ایران شده چون هر جمعی راجبش داره صحبت میشه و دمتون گرم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.